هزار و یک شب. چون شب 315 برآمد، گفت: ای ملک جوانبخت، چون عجوز از درون خانه ناله شنید، در بکوفت. کنیزکی از کنیزکان نصرانی آمده در بگشود و عجوز را سلام داد. عجوز به او گفت که در نزد من چیزهای فروختنی هست. آیا در این خانه کسی هست که چیزی از من بخرد؟ کنیزک گفت: آری هست. در حال کنیزک او را به خانه اندر آورده بنشانید و کنیزکان بر او گرد آمده هر یک چیزی از عجوز بگرفتند. عجوز با ایشان مهربانی کرده در قیمت چیزها چشم پوشی همی کرد و کنیزکان از نرم گفتن و ارزان فروختن او خرسند بودند. عجوزک به این سوی آن سوی خانه همی نگریست تا خداوند ناله را بشناسد. ناگاه او را نظر به زمرد افتاد و او را بشناخت و گریان شد و به کنیزکان گفت: ای دخترکان، این بینوا را چه روی داده که به این حالت افتاده؟ کنیزکان قصه به عجوز باز گفتند و گفتند که این کار نه به اختیار ماست، بلکه خواجه ما را به این کار فرموده و او اکنون به سفر رفته. عجوز به ایشان گفت: ای دخترکان، من را به شما حاجتی هست و آن این است که شما بند از این بیچاره بردارید. چون خواجه بازگردد دوباره بندش نهید و پاداش نیکو از پروردگار بگیرید. کنیزکان سخن او را بپذیرفتند و بند از زمرد برداشته نان و آبش بدادند. پس از آن عجوز به نزد زمرد رفته به او گفت: ای دخترک، به زودی خدای تعالی تو را گشایش دهد. و آهسته به او گفت که از نزد خواجه تو علی ابن مجددین آمده ام و او امشب به پای قصر خواهد آمد، در آنجا سفیری خواهد زد. چون آواز سفیر بشنوی تو نیز سفیری بزن. آنگاه از ریسمانی خود را بیاویز که او تو را گرفته خواهد برد. زمرد شکر عجوز را به جا آورده و عجوز از خانه به در آمد و نزد علی ابن مجددین رفت و او را از واقعه بیاگاهانید و به او گفت: چون شب از نیمه بگذرد در فلان کوچه به پای قصر آن پلیدک رو، در آنجا ایستاده سفیری بزن که کنیزک تو زمرد از ریسمانی آویخته به نزد تو آید. آنگاه تو او را گرفته به هر جا که خواهی ببر. علی ابن مجددین عجوز را شکرگزاری کرد و آب از دیدگان ریخته این ابیات برخواند: اگر دستم دهد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. فراقت سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سوست پیمانم. شبان آهسته می نالم مگر رازم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز
پنهانم. چون ابیات به انجام رسانید، بنالید و سرشک به گونه روان ساخته این دو بیت نیز خواند: کین هم روی دگر باره به آن روی چما، کی زنم دست دگر باره به آن زلف سیاه، بروم روی بر آن روی نهم کامد وقت، بروم دست در آن زلف زنم کامد گاه. پس از آن صبر کرد تا نیمه ای از شب گذشت، آنگاه برخواسته در همان کوچه به پای قصر آن پلیدک بیامد و در مصطبه پای قصر بنشست. چون دیرگاهی رفته بود که از دوری آن ماه روی نخفته بود، خواب بر او چیره گشت و مانند مستان بیفتاد. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو برد. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.